فعالیت‌های کانون‌های شورشی. گرامی داشت روز جهانی زن در شهرهای میهن. خانم مریم رجوی، گماشتن جلاد قتل عام در رأس قضای آخوندها، واکنش وقیحانه خلافت دینی به اوجگیری جنبش دادخواهی است. خامنه‌ای و رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی مجاهدین باید محاکمه شوند. ژنو، مقر اروپایی ملل متحد. کنفرانس وضعیت حقوق بشر در ایران. سخنرانان انتصاب ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام 67 به عنوان رئیس قضایی رژیم را محکوم کردند و خواستار محاکمه مسئولان این جنایت علیه بشریت شدند. استرون استیونسون، رئیسی نقش کلیدی در جنایت قتل عام سال 67 زندانیان سیاسی داشته است. In 1988, the regime massacred over 30,000 political prisoners. Most of them supporters or members of the People's Mujahideen Organization of Iran, the PMOI or MEK. In a well-documented atrocity that's now the subject of reports by Amnesty International and investigations by the United Nations. Associated Press. انتصاب ابراهیم رئیسی به خاطر مشارکت وی در اعدام هزاران زندانی نگرانی فعالان حقوق بشر را به همراه داشت. منتظری این اعدام‌ها را به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی محکوم کرد. وال استریت ژورنال، انتصاب رئیسی که در محکوم کردن هزاران زندانی سیاسی به مرگ نقش داشت و ریاست قوه قضاییه را به دست گرفت، تسلط افراطیون را گسترش می‌دهد. جمعه بازار رژیم در مشهد، تاکید علم الهدا بر انتصاب رئیسی به منظور تحویل بیانیه گام دوم خامنه‌ای به تمامی کارگزاران حکومتی. جمعه بازار حکومتی در تهران، اظهارات آخوند مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عدم تصویب لوایح FATF. آقای رئیس جمهور و دولت و دیگران و مطبوعات جریان
خاص که مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تحت فشار قرار دادن که تصویب کنید. من همینجا عرض میکنم خیر، ما مصلحت نظام را مبنا قرار میدیم، نه هواها و نه هوسها رو. گزارشی از تشدید بحران درونی رژیم بر سر مذاکره با اروپا و حملات باند خامنه‌ای به دولت روحانی. رسانه‌های حکومتی، کارشناسان میگویند با این سیاست اروپا عملاً هیچ امیدی نباید به این کشورها داشت و از همکنون شمارشگر اعلان مرگ برجام به کار افتاده است. اظهارات وحشت آلود پاسدار محمد علی جعفری، سرکرده سپاه خامنه‌ای در باره خطر قیام. هشدار ژنرال جوزف بوتل، رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا در جلسه استماع سنای این کشور درباره جنگ افروزی های رژیم آخوندی در منطقه. سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، ضرورت محدودیت های سخت بین المللی در مورد آزمایش های موشکی و ماهواره‌ای رژیم ایران.
سلام درود بر مریم رجوی. انتخاب ما زنان برای آزادی و دموکراسی مریم رجوی از زنان مجاهد بلوچ اسفند 97. درود بر رجوی، ما همیشه با شما هستیم. مریم رجوی: The corrupt clique will be put aside with women's uprising. As Iranian women, our choice for freedom and democracy in Iran is Maryam Rajavi. مریم رجوی، درود بر مریم رجوی. زنده باد مریم رجوی. میتوان و باید در این فلک تر
خانم مریم رجوی، گماشتن جلاد قتل عام در رأس قضایی آخوندها، واکنش وقیحانه خلافت دینی به اوجگیری جنبش دادخواهی است. خامنه ای و رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی مجاهدین باید محاکمه شوند. به دنبال انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه آخوندی توسط خامنه ای، رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی اعلام کرد گماشتن جلاد قتل عام در رأس قضاییه آخوندها به سخره گرفتن عدالت و پایمال کردن همه استانداردهای قضایی و حقوقی است. این واکنش وقیحانه خلافت دینی به اوجگیری جنبش دادخواهی و اثبات همدستی خامنه ای در قتل عام است. خامنه ای و رئیسی به خاطر نسل کشی مجاهدین و جنایت علیه بشریت باید محاکمه شوند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در روز 16 اسفند 97 اطلاعیه‌ای درباره حکم خامنه ای مبنی بر انتصاب ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 به عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم صادر و اعلام کرد. انتصاب رئیسی که باید به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی مجاهدین در معرض محاکمه بین المللی قرار بگیرد، به عنوان بالاترین مرجع قضایی رژیم آخوندها علاوه بر رسوایی بین المللی و نشان دادن ماهیت و کارکرد دستگاه قضایی این رژیم، یک تحول به شدت انقباضی و سرکوبگرانه در حکومت آخوندی است که خامنه ای در حکم انتصاب رئیسی آن را دوران جدیدی تحت عنوان گام دوم نظام توصیف کرده و به رئیسی دستور می دهد در برخورد قضایی ملاحظه این و آن را نکند. این اطلاعیه می افزاید در سال 1367 منتظری قائم مقام خمینی که بالاترین رتبه را در سلسله مراتب حوزه و به مراتب بالاتر از خامنه ای و امثال هم قرار داشت، با احضار اعضای کمیته مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی خطاب به آنها و از جمله رئیسی گفت: به نظر من بزرگترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می کنند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می نویسند. از آنجا که رئیسی علاوه بر ارتکاب جنایت بزرگ در قتل عام سال 1367 یک آخوند دونپایه و بیسواد و تحت امر و گوش به فرمان خامنه ایست و از 20 سالگی در دستگاه سرکوب رژیم مشغول خدمت بوده، پذیرش او به عنوان رئیس دستگاه قضایی رژیم برای بسیاری از آخوندهای حکومتی غیر قابل قبول است. آنها در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم در اردیبهشت ماه سال 1396 به رغم فشارهای خامنه ای حاضر نشدند از رئیسی حمایت کنند. روحانی رقیب انتخاباتی رئیسی نیز در همان زمان گفت او از کسانی است که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند. در ادامه اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است: با توجه به این سوابق، خامنه ای که از عواقب انتصاب رئیسی به شدت نگران بود، از مدتی قبل با انتشار خبرهای پراکنده ای اوضاع را تست می کرد، ولی علارغم واکنش های منفی داخلی و بین المللی، حکم انتصاب رئیسی در رأس دستگاه قضایی رژیم را صادر کرد. انتصاب رئیسی توسط خامنه ای نشان داد که ولی فقیه رژیم بحران زده آخوندها برای مهار اوضاع در سال 1398 گریزگاهی جز سرکوب و انقباض با جلاد قتل عام نمییابد و بدین وسیله میخواهد گارد تدافعی نظام آخوندی را در مقابل مقاومت سازمان یافته و قیام مردم ایران ببندد.
ژنو، مقر اروپایی ملل متحد. کنفرانس وضعیت حقوق بشر در ایران به دعوت سازمان‌های غیر دولتی با رتبه مشورتی ملل متحد. سخنرانان کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ در قتل عام 67 به عنوان رئیس قضایی رژیم را محکوم کردند و خواستار محاکمه مسئولان این نسل کشی و جنایت علیه بشریت شدند. همزمان با 40مین اجلاس جاری شورای حقوق بشر در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو، کنفرانسی به دعوت 5 سازمان حقوق بشری دارای رتبه مشورتی سازمان ملل، فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران، حزب رادیکال فراملیتی، جنبش ضد نژاد پرستی و برای دوستی بین خلقها، مراب، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان و انجمن بین المللی توسعه آموزش برگزار شد. در آغاز این کنفرانس دکتر حنیفه خیری که مدیریت جلسه را بر عهده داشت، سخنرانان کنفرانس را معرفی کرد که عبارت بودند از رمی پاگانی، نماینده پارلمان ژنو، پروفسور آلفرد دیزایاس، کارشناس نظم بین المللی دموکراتیک و عادلانه، هنری کرمانسون، مدافع حقوق بشر از سوئد، استرون استیونسون، تاهر بومدرا، سیمین نوری، رئیس انجمن زنان ایرانی در فرانسه، پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک، و سنابرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت. سخنرانان کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو، انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ در قتل عام 67 به عنوان رئیس دستگاه قضایی رژیم را محکوم کردند و خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین المللی توسط ملل متحد درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و محاکمه مسئولان این نسل کشی و جنایت علیه بشریت شدند. After 40 years of a brutal clerical dictatorship, today 80 million Iranians have had enough. Nationwide protests. استرون استیونسون در سخنان خود گفت خامنه ای ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم ایران گمارد و او فردی است که نقش کلیدی در جنایت قتل عام سال 67 زندانیان سیاسی داشته است. استیونسون ضمن برشمردن کارنامه جنایات رژیم آخوندی گفت مردم ایران با قیامشان در سال 2018 نشان دادند که خواستار تغییر در ایران و سرنگونی این رژیم هستند. به این قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت In 1988 the regime massacred over 30,000 political prisoners, most of them supporters or members of the People's Mujahideen Organization of Iran, the PMOI or MEK. In a well-documented atrocity that's now the subject of reports by Amnesty International and investigations by the United Nations. But the perpetrators of that massacre are still in positions of power within the regime today. Many have even boasted of their roles. At the weekend, Khamenei appointed Ebrahim Raisi as the senior justice, the head of the justiciary, a man who was one of the key executors, the key criminals during the 1988 massacre of political prisoners. He has just been made head of the Iranian justiciary. This is a regime that is now using its embassies as bomb factories and terror cells, plotting murders here in Europe and in America, as evidenced by the arrest on the 30th of June last year of Assadollah Assadi, a diplomat, so-called, from the Iranian embassy in Vienna. Assadi has been charged with handing over a bomb to two Iranian agents, instructing them to bomb a rally in Paris organized by the PMOI and the National Council of Resistance of Iran, the main democratic opposition to the mullahs. And similar action has been taken against Iranian terrorist plots
in the US, Denmark, Bulgaria, the Netherlands, and other European nations who are now imposing their own sanctions on the Iranian regime and blacklisting some of its agents. In December last year, استرون استیونسون سپس با یادآوری اخراج سفیر و دبیر اول سفارت رژیم در آلبانی به خاطر اقدامات تروریستی علیه مجاهدین در این کشور، مماشات دولت‌های اروپایی با رژیم آخوندی را محکوم کرد و خواستار تعطیلی سفارت‌های رژیم در اروپا به عنوان لانه‌های ترور و جاسوسی رژیم و همچنین خواستار تشکیل هیئت تحقیق بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل به منظور محاکمه عاملان و آمران قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 شد. The focus of the civilized world today is on the United Nations. Please heed the cries of the oppressed millions in Iran. Thank you very much. با سلام خدمت بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، ادامه اخبار این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانیم. در پی انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قضاییه خامنه‌ای، رسانه‌های خبری گزارش‌هایی درباره محکومیت بین‌المللی این انتصاب منتشر کردند. اسوسییتد پرس گزارش داد روز پنجشنبه یک آخوند افراطی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. این انتصاب نگرانی فعالان حقوق بشر را به خاطر مشارکتش در اعدام هزاران نفر در دهه 1980 دهه 60 به همراه داشت. ابراهیم رئیسی در فرمانی توسط ولی فقیه علی خامنه‌ای به این مقام منصوب شد. اسوسییتد پرس با اشاره به موضع‌گیری آمریکا و مدافعان حقوق بشر علیه انتصاب رئیسی، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را یادآوری کرده و می‌نویسد این کار توسط یک هیئت مرگ صورت می‌گرفت و بر طبق گزارش عفو بین‌الملل در سال 1990 کسانی که خودشان را مجاهد معرفی می‌کردند روانه جوخه‌های مرگ می‌شدند و همچنین از سایر زندانیان در مورد تمایلشان به پاک کردن میدانهای مین برای ارتش جمهوری اسلامی سوال می شد. رئیسی جزو هیئتی بود که در محکوم کردن زندانیان به مرگ شرکت داشته است. منتظری در یک نوار صوتی که در سال 2016 منتشر شد، این اعدامها را تحت عنوان بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی محکوم کرد. روزنامه وال استریت جورنال نیز نوشت، ابراهیم رئیسی که به خاطر نقشش در سالهای 1980 در محکوم کردن هزاران زندانی سیاسی به مرگ شناخته می شود، ریاست قوه قضاییه را به دست گرفت. این انتصاب خامنه‌ای تسلط افراطیون را گسترش می دهد. آخوند علم الهدا امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد در جمعه بازار و حکومتی اذعان کرد که انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی اقدامی انقباضی در درون حاکمیت و برای تحمیل حرف‌های خامنه‌ای تحت عنوان بیانیه گام دوم به سه قوه و تمامی نهادها و کارگزاران حکومتی بوده است. آخوند علم الهدا که بیانیه خامنه‌ای را سند راهبردی توصیف می‌کرد گفت هر کسی از این سند راهبردی تخلف کند تحت عنوان یک مسئول اجرایی، تحت عنوان یک مسئول قضایی، تحت عنوان یک نماینده مجلس، هر کس از این بیانیه تخلف کند، خائن است. وی افزود، رئیسی را از تولیت آستان قدس برداشتند و تولیت قوه قضاییه را به او دادند که این انتصاب با محتوای این بیانیه تطبیق کند و قدم به قدم هر مسئولی که سر کار می آید و هر عنصری در این کشور یک حرکتی را میپذیرد باید بیانیه گام دوم مقابل چشمش باشد و اینها برای عمل کردن است. در جمعه بازار نظام بحرانزده آخوندی در تهران، آخوند صدیقی، امام جمعه خامنه ای درباره شکست برجام و استیصال رژیم در بنبست FATF گفت
هسته ای ما را برجام محدود کرد و این سانتورفیش ها محدود شد ولی سفره ها توسعه پیدا نکرد و اینها وعده داده بودند که میخوان هر دو بگردد، ولی اون هر دوش متاسفانه خسارت شد. من حساسم نسبت به این FATF و راه درستی نیست برای کشور ما. در نمایش جمعه تهران، آخوند مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد تن دادن به کنوانسیون‌های مربوط به FATF امکان پذیر نیست، چرا که با امضای این کنوانسیون‌ها امکان دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود. به همچنین راه اندازی اینستکس توسط اروپا را یک نوع فریب بچه توصیف کرد. شرایط حاضر ما اینه که داریم از دور زدن تحریم ها نفتمون رو میفروشیم، ما داریم از دور زدن تحریم ها ارز ناشی از فروش نفت رو به کشور میاریم. این سخن آقای زنگن است. یک جرم پولشویی خود معاملاتی است که فروشنده و خریدار واقعی نیستند بلکه پوششی هستند. ما برای دور زدن تحریم ها ناچاریم معاملات پوششی داشته باشیم، شرکت های پوششی درست میکنیم در ایران، در کشورهای دیگه شرکت های پوششی درست میکنیم که بتونیم معاملات بین المللی خودمون رو با دور زدن تحریم ها به دست بیاریم. معنای پیوستن به این دو لایحه، این دو کنوانسیون، اینه که دست از این نوع داد و ستد ها باید برداریم. میتونیم بسم الله. اگر در شرایط تحریمی نمیتوانیم، که نمیتوانیم، این چه اصراری است از آقای رئیس جمهور و دولت و دیگران و مطبوعات جریان خاص که مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تحت فشار قرار دادن که تصویب کنید. من همینجا عرض میکنم خیر، ما مصلحت نظام را مبنا قرار میدیم، نه هواها و نه هوسها رو. ضمناً اروپا در برجام، نسبت به برجام بعد از خروج امریکا، دوباره متعهد شده که 12 راهکار برای تجارت ایران با اروپا فراهم کنه. یک قدم بر نداشته، حتی یکی از این راهکارها رو محقق نکرده و این از عجایب روزگاره. 9 ماه گذشت، قدمی بر نداشتن، کاری نکردن، میان یک کانالی درست میکنن اینستکس، یا میگن نفتی که شما به کشورهای چین و نمیدونم هند و جاهای دیگه میکره و اینها میفروشید، اونم بگید پولشو بریزن تو این صندوق که چه بشود. این صندوق یه صندوقی است 3000 یورو، در موردش 3 تا کشور سرمایه گذاری کردن، انگلیس، فرانسه، آلمان، و گفتن این میشه اون کانال تجارت ایران، ارزا رو بریزید تو این، ما بهتون مواد غذایی میدیم، ما بهتون دارو میدیم، ما بهتون وسائل و لوازم پزشکی میدیم. خب شما ببینید همینه، این اون کانال مالی است که تعهد کرده اروپا انجام بده. و جالب اینه، همین ها برای اینستکس به ما میگن که حالا ما این کانال مالی رو داریم درست میکنیم، پس شما بیایید به FATF بپیوندید. این یک نوع فریب بچه نیست؟ ما بچه نیستیم. اکنون گزارشی داریم از بحران فزاینده در درون رژیم بر سر دخیل بستن به اروپا در تنگنای تحریم ها. به دنبال بازنشر اظهارات ولی فقیه ارتجا در مورد بیهودگی دخیل بستن به اروپا، مهره ها و رسانه های باند خامنه ای به طور هماهنگ تقلای دولت روحانی برای دخیل بستن به برجام اروپایی و اینستکس را به سخره می گیرند. یک روزنامه باند غالب رژیم روز 16 اسفند زیر عنوان سرکاری می نویسد اروپایی ها اما در عمل تعهدات برجامی خود را تعلیق کردند
و آنچه حاضر به انجام آن هستند فروش دارو و غذا به ایران است. سه کشور اروپایی حاضر در برجام نه تنها تعهدات خود در برجام را اجرا نمی کنند، بلکه همین پیشنهاد توهین‌آمیز نفت در برابر غذا را نیز به صورت مبهم ارائه کردند، به طوری که حالا عباس عراقچی معاون ظریف می گوید هنوز نمی داند این سازوکار چگونه کار می کند و اینکه آیا می تواند مشکل گشا باشد یا خیر. این روزنامه از وضعیت موجود نتیجه گرفته است. ترویکای اروپایی به دنبال آن است تا از طریق اتلاف وقت و معطل نگه داشتن نظام پای برجام با سیاست ترامپ برای افزایش فشارهای تحریم بر نظام همراهی کند. وطن امروز افزوده است کارشناسان میگویند با این سیاست اروپا عملاً هیچ امیدی نباید به این کشورها داشت و از همکنون شمارشگر اعلان مرگ برجام به کار افتاده است. روز 17 اسفند تلویزیون رژیم در خبری از دخیل بستن ناگزیر دولت روحانی به اروپا گفت معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه هم در سفر به روم با معاون وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار کرد. انصاری و دی استفانو در این دیدار ایجاد مکانیسم مالی اینستکس را بررسی کردند. این در حالی است که سایت احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز 17 اسفند با طرح این سوال که می توان به این استیکس امیدوار بود؟ چنین امیدی را با توجه به روندی که اروپا دنبال کرده است بیهوده دانسته و نوشته است اروپا در قبال ایران با آمریکا اتحاد راهبردی دارد، به این صورت که اروپا مانند آمریکا می خواهد عوامل اقتدار و قدرت نظام را یکی پس از دیگری مهار کند. خود اروپایی ها هم این موضوع را تصدیق کردند. وزیر امور خارجه بلژیک در 11 بهمن ماه در خصوص مواضع اروپا علیه برنامه موشکی نظام گفت ضروری است ما به همکاران آمریکایی نشان دهیم که در مسائلی مانند موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای نظام در یک جهت پیش می‌رویم. یک رسانه باند خامنه‌ای هم با اشاره به دو اجلاس اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نشست کمیسیون مشترک برجام در بروکسل به ریاست هلگا اشمید و با شرکت عراقچی می‌نویسد می توان نتیجه گرفت که تاکید آنها بر پیوستن ایران به FATF و ابهاماتی که در اجرای کانال مالی ایران و اروپا قرار داده نه برای بهبود مناسبات میان طرفین بلکه در چارچوب اعمال فشار و تحمیل زیاد خواهی ها به جمهوری اسلامی صورت می گیرد. پاسدار محمد علی جعفری سرکرده سپاه خامنه‌ای وضعیت بحرانی رژیم در مقابله با قیام های مردمی و دوران پس از قیام دی ماه 96 را بسیار خطرناکتر از وضعیت رژیم در سالهای جنگ ضد میهنی دانست و خطاب نیروهای هراسان رژیم گفت هیچ ترسی از دشمن نداشته باشید، هیچ ترسی از دشمن به دل راه ندهید و اندوهگین نباشید. اگر نقش مردم نبود در حوادث امنیتی سالهای 78، 88 و دیماه 96 همین سال گذشته یا تابستون داغ امسال معلوم نبود چه مشکلاتی برای کشور ما ایجاد میشه. در طول 8 ماهه فتنه 88 درست 8 ماه طول کشید که قابل مقایسه از نظر زمانی با 8 سال دین نیست، اما این فتنه بسیار خطرناکتر از تهدید دفاع مقدس بود، تهدید جنگ بود علیه کشور ما. وزارت خارجه آمریکا مداخلات شرورانه حکومت آخوندی در عراق را محکوم کرد. سایت وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور رژیم آخوندی به عراق نوشت نگرانی های آمریکا در رابطه با مداخلات شرورانه رژیم ایران در منطقه به خوبی شناخته شده است. در عراق این رژیم از گروه های شبه نظامی که بسیاری از آنها درگیر کارهای تبهکارانه هستند حمایت می‌کند. در همین حال در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح آمریکا در سنا ژنرال ووتل جنگ افروزی رژیم آخوندی در کشورهای منطقه را محکوم کرد. ژنرال جوزف ووتل رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح در سنا گفت نقش مخرب رژیم ایران محدود به تأمین حمایت برای شبه نظامیان حوثی در یمن نیست. این رژیم قصد دارد خود را تبدیل به یک نیروی هژمونیک در منطقه کند و به همین خاطر جنگ افروزی های شرورانش را به طور کیفی و کمی گسترش می دهد.
فرمانده سنتکام افزود رژیم ایران از طریق نیروهای متعدد نیابتیش در صدد افزایش تهدید نسبت به کشورهای منطقه است. در مقابل ما تلاش می‌کنیم فشار عام دولت آمریکا بر رژیم را که ویژگی بازدارندگی دارد افزایش دهیم. همچنین همکاری آمریکا با متحدانش در منطقه نیز نقش حیاتی برای مقابله با رژیم ایران دارد. رژیم ایران کماکان عامل بی‌ثبات کننده در منطقه است. جنرال جوزف ووتل همچنین گفت آمریکا بخشی از نیروهایش را در سوریه حفظ می‌کند. آمریکا خواستار محدودیت‌های سخت بین‌المللی و تحریم‌های جدید علیه رژیم آخوندی به خاطر آزمایش‌های موشکی و ماهواره‌ای شد. جاناتان کوهن، سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به اعضای شورای امنیت نوشت: رژیم ایران در روز اول دسامبر، دهم آذر ماه، یک آزمایش موشکی انجام داد و در پنجم فوریه، 16 بهمن، دو ماهواره را برای قرار گرفتن در مدار زمین به فضا پرتاب کرد. این اقدامات عملاً نقض قطعنامه‌های شورای امنیت است و چنین اقداماتی باعث ادامه بی‌ثباتی در خاورمیانه شده است. وی گفت موشک پرتاب شده در اول دسامبر طوری طراحی شده که قادر به حمل تسلیحات اتمی است. جرمی هانت، وزیر خارجه انگلستان، با صدور بیانیه‌ای در مورد یک زندانی دو تابعیتی اعلام کرد که انگلستان در گامی بسیار غیرمعمول به نازنین زاغری به خاطر رفتار غیرقابل قبول رژیم ایران حمایت رسمی دیپلماتیک می‌دهد. بیانیه وزیر خارجه انگلستان می‌افزاید این اقدام به معنای آن است که دولت انگلستان به طور رسمی اعلام می‌کند که نحوه رفتار با او با تعهدات رژیم ایران با قوانین بین المللی منطبق نیست و این موضوع را به یک موضوع رسمی بین انگلستان و رژیم ایران تبدیل می کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد اقدام انگلستان یک اقدام حقوقی نادر محسوب می شود و زمانی صورت می گیرد که حقوق تبعی یک کشور در کشور دیگر نقض شده و این موضوع به چالش میان دو کشور تبدیل می شود. و آخرین خبر این ساعت، آلیستر برت، معاون وزیر خارجه انگلستان، در سفر خود به لبنان گفت هفته گذشته انگلستان حزب الله لبنان را در تمامیتش لیستگذاری تروریستی کرد و ما دیگر نمی توانیم تفاوتی بین شاخه‌های نظامی و سیاسی حزب الله قائل شویم. معاون وزیر خارجه انگلستان نگرانی‌های عمیق این کشور را از اقدامات بی‌ثبات کننده حزب شیطان در منطقه اعلام کرد. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت پس از پخش مجدد عناوین خبرها به پایان می‌رسد. خدا نگهدار همگی شما.